توصیه های ستاد راهنمای زائر. قسمت اول، ارتباطات و تماس. قبل از ورود یا در بدو ورود به کشور عراق، نسبت به تهیه سیمکارت عراقی برای هر یک از اعضای خانواده و یا افراد گروه اقدام کنید. پس از خرید سیمکارت، بلافاصله فعالسازی آن را انجام داده و از سالم بودن آن اطمینان پیدا کنید. به هیچ عنوان از به همراه داشتن سیمکارت های ایرانی در طول سفر اکتفا نکنید. 2. شماره سیمکارت عراقیتان را بلافاصله برای همراهان در سفر و همچنین اقوام نزدیکتان در ایران ارسال کنید. 3. هر یک از اعضای گروه مشخصات زیر را بر روی کاغذی مناسب نوشته و در محلهای مطمئن قرار دهند. اسم خود و اعضای اصلی گروه، شماره سیمکارت عراقی و ایرانی خود و اعضای اصلی گروه، شماره آشنایان کلیدی در ایران که با آنها ارتباط و هماهنگی دارید، محل اسکان پیشبینی شده در نجف اشرف و کربلای معلا. 4. تمامی اعضای گروه مشخصات فردی خود را به همراه داشته باشند تا در صورت بروز مشکل جسمی، تصادف و یا غیره، اقدامات لازم با سرعت بیشتر انجام شود. 5. در حین مسیر و مواجهه با خانواده‌های دارای فرزند کوچک، به آنها یادآوری کنید که حداقل یک شماره تماس فعال در عراق و ایران را در جیب لباس کودکشان قرار دهند. در هنگام حضور در نجف و کربلا و اسکان در موکب، حتماً قبل از ترک موکب به منظور زیارت نام، نشانی و شماره تلفن موکب را دریافت نمایید. به هنگام رفت و برگشت از حرم یا مرکز خرید، نشانه های شهری ویژه مانند پل ها، اماکن خاص، هتل های شاخص، نام معابر و غیره را در نظر بگیرید تا آدرس موکب خود را به راحتی پیدا کنید. التماس دعا.